پاکستان به زودی از پیروزی خود در افغانستان پشیمان می شود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل افغان نیوز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. پاکستان به زودی از پیروزی خود در افغانستان پشیمان می شود. نشریه فارن پالیسی مقاله را درباره موفقیت پاکستان در ارتباط به افغانستان منتشر کرده است. نویسنده مقاله اش را چنین عنوان داده است: پاکستان به زودی از پیروزی خود در افغانستان پشیمان می شود. فارن پالیسی در این مقاله به سفر فیض حمید رئیس اداره استخبارات پاکستان اشاره کرده که برای میانجیگری در تقسیم قدرت در حکومت جدید طالبان به افغانستان رفته بود. با گفته نشریه، قدرتمندان پشت پرده پاکستانی در حقیقت راهبردی‌های استراتژیک خود را وسعت داده اند، چیزی که به عقیده نویسنده مقاله اسلام آباد برای به دست آوردن آن در برابر دهلی جدید سخت کوشید. نویسنده مقاله فارن پالیسی همچنان میگوید پاکستان همچو حاکمیت قبلی طالبان این بار هم از افغانستان به حیث پایگاه های امن برای گروه های ضد هند استفاده می کند. نویسنده می افزاید پاکستان همچنان به این موفقیت دست یافته که اهمیت خود را به مثابه تضمین کننده امنیتی و تحکیم روابط برای چین ثابت کند. در مقاله فارن پالیسی نویسنده گفته که چین در کشور جنگ زده افغانستان به دنبال معادن آن بوده و همچنان بر سر فعال ساختن دهلیزهای اقتصادی کار می کند که از پاکستان و افغانستان به آسیای میانه تمدید می گردد. فارن پالیسی در ادامه این مقاله می نویسد اما آنچه که در حال حاضر برای نظام سیاسی پاکستان موفقیت پنداشته می شود ممکن برای مردم این کشور به یک تراژدی مبدل شود و باور نویسنده برای نگرانی های احتمالی تهدیدهای امنیتی ناشی است داشتن امارت اسلامی در همسایگی دلایل فزاینده موجودند. نویسنده مقاله فارن پالیسی در این مقاله میگوید که ممکن نهضتی هم در پاکستان بلند شود که به تقلید از طالبان افغانستان خواهان انفاذ نظام شرعی در آن کشور هم شود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش.